این یه نمونه از طراحی تولید متناسب با شرایط زیست محیطی یا اکودیزاینه. پرده ای که بسیار سبک و منطقه و از مواد بازیافتی در خود محل تولید شده. در 5 سال گذشته هر مشترکی به سراغ ما اومده خواستار محصولاتی با طراحی متناسب با محیط زیست یا اکو دیزاین بوده. رابطه بین طراحی و ساخت یک محصول و محیط زیست یک داستان عاطفی است. این داستان همان هنر طراحی زیست محیطی است، یعنی طرحی که در طول سالها تکامل یافته و اکنون هویت خاص خود را یافته است. در مرحله اول به نظر میاد که معنای طراحی زیست محیطی بازیافت زباله است، اما اینطور نیست. اینکه ما از این مواد بازیافتی چی میسازیم و دوام اون تا چه حده خیلی مهمه. طراحی بر اساس موازین زیست محیطی به این معنیه که همه مراحل تصمیم گیری در تولید باید تغییر کنه. مواد مورد استفاده باید کاربردی یا دوام داشته باشه و فرآیند از بین رفتنش رو طراحی کنیم. در مرکز علوم و صنایع در پاریس در حال حاضر نمایشگاه‌های متعددی از 29 طرح زیست محیطی و غیر زیست محیطی وجود دارد. آنجا یک میز بیلیارد ساخته شده است از فولاد و چوب‌هایی که این بار از آمازون نمی‌آیند. سایر اشیا نیز از مواد بازیافتی است، مانند این نمونه اولیه از یک نیمکت. هدف ساختن شیء بود که مردم شهر بدونن چطوری میشه از مواد بازیافتی استفاده کرد و با همین هدف به ساختن یک نیمکت از قوطی‌های مقوایی و پلاستیکی نوشیدنی‌ها رسیدیم. این نیمکت در دفتر مؤسسی طراحی سیمسو ساخته شده. آنها ماموریت یافتند تا فکر بازیافت قوطی‌های نوشابه به مرحله خلق یک محصول مشخص برسد. سرانجام آنها تصمیم به ساخت یک نیمکت گرفتند، زیرا این کار به مقدار زیادی مواد بازیافتی نیاز داشت و میتوانست ارزش واقعی این محصول را نیز برجسته سازد. ما نیاز به تولید یک محصول با دوام داشتیم که بتونه هم مردم رو تشویق به توجه به مواد بازیافتی بکنه و هم در مقیاس وسیع قابل تولید باشه. به همین خاطر بود که به ایده ساختن نیمکت رسیدیم. به این ترتیب میشه در خیابون‌ها و اماکن عمومی به مردم ثابت کرد که مواد بازیافتی چقدر با ارزشن. این قوطی‌های نوشابه از مقوا، پلاستیک و آلومینیوم ساخته شده. از مقوای بازیافتی در حال حاضر محصولات بسیار وسیعی ساخته می‌شود. اما پلاستیک و آلومینیوم بازیافتی تاکنون استفاده محدودی داشتند. طراحان وظیفه کشف راه‌های استفاده از این مواد بازیافتی را بر عهده داشتند. البته این مواد زیاد دلپذیر نیستند. سخته که بتونیم از اونها محصولات کوچیک درست کنیم، چون که این مواد خوب پالش نمیشن و به همین خاطره که ما از اونها برای ساختن نیمکت استفاده کردیم. برای ساختن اشیاء کوچکتر به کار ظریف‌تری روی این مواد نیاز داریم. شما هنوز میتونید قطعه کوچیکی از آلومینیوم و پلاستیک رو توی این نیمکت ببینید، اما این مسئله نیست. شما میخواستیم نشون بدیم که این بخشی از بازیافته. 4000 قوطی نوشابه برای ساختن یک نیمکت مورد نیاز است. این دلیل محکمی بر این است که محصولات در تمام مراحل توسعه خود دارای روندی بر اساس دوستی با محیط زیست است. سال پیش زمین لرزه شدیدی هایتی را لرزاند. یک تراژدی انسانی که قبول کردن آن راحت نیست. شاید واکنش به این بلای خانمانسوز به وسیله هنر راهی باشد برای تصویر. با کارل بلین متخصص طراحی کودکان همراه می شود. بیشتر بچه ها جایی برای زندگی کردن ندارن، توی چادر زندگی میکنن و روحیاتشون عوض شده. به نظر من اگه دولت و جامعه بین الملل میخواد برای هایتی کاری بکنه، باید فکری هم به حال چهره های این بچه ها بکنه. Go
Dr. André Eugène is a former builder turned Carol Blaine امیدوار است که غم و اندوه از کشورش رخ بربندد و یأس و ناامیدی از چهره کودکان این دیار ناپدید شود. ما در پورتوفرانس در موزه ایپلور بوس اونوم هستیم. استودیویی از آثار هنری تندیسگر مشهور آندره اوژن. این رو بعد از زلزله پیدا کردم. قصد دارم جلوی استودیو یک تندیس بزرگ به یاد بود زلزله پارسال بسازم. زمانی که زلزله ای چنین مرگبار روی می‌دهد، شاید نگاهبانی از سنت‌های فرهنگی و بها دادن به فعالیت‌های هنری آرمان‌گرایانه به نظر آید. موزه هنری نادر به طور کامل بر اثر زلزله تخریب شد، اما صاحب آن به کمک گروهی از نزدیکان خود پس از 3 ماه جستجو زیر آوار توانست 14,000 تابلوی نقاشی را از زیر خاک بیرون بکشد. بسیاری از این آثار در ساختمانی متعلق به یک مؤسسه در مرکز پورتوفرانس نگهداری می‌شوند و کارشناسانی از موزه ملی آمریکا در حال مرمت آثار و تعلیم کادر بحلی برای حفاظت از آثار هنری هستند. حفاظت از آثار هنری باید طوری باشه که حتی نتیجه های من هم بتونن این آثار رو با کیفیت امروزیش ببینن، چرا که اطلاع درست از گذشته برای همه نسل ها ضروریه. What was good in Haiti. More than 10,000 paintings are being kept in temporary storage.